اقبال اقبالی، دایی توماج صالحی، رپر معترض و زندانی همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب اقبالی، سپاس از همراهیتون با برنامه ما. درباره پرونده ایشون، وضعیت جسمیشون اطلاعاتی دارین؟ تونستین با خانواده تماس بگیرین؟ درود به شما و درود به بینندگان شما. واقعیت اینه که من هیچ اطلاعی از وضعیت توماج ندارم و من شخصا در بیخبری کامل هستم. در این زمین نمیتونم اطلاعات در اختیار شما قرار بدم، ولی اقداماتی که برای آزادی توماج و برای آزادی سایر فرزندانمون از زندان ها انجام گرفته، همچنان ما بیوقفه و با پشتکار زیاد دنبال میکنیم، راه حل را جستجو کنیم تا بتونیم در واقع یک متوقف بشه اعدام ها، تا بتونیم کاری کنیم که بچه‌هامون از زندان ها آزاد بشه. این اقدامات در زمینه‌های مختلف بود و هست. اگر فرصت بشه من به تک تک اونو میپردازم. ممنون میشم، خواهش میکنم اقداماتتون رو بفرمایید. چون طور که اشاره کردین، در واقع در مورد پیگیری پرونده حقوقیشون هم شما اخیراً اطلاعاتی رو نتونستین به دست بیارین. از ایران نه، ولی من با خانم ایونری صحبت داشتم همین امروز و ایشون یکی از اعضای حزب سوسیال دموکرات آلمان هستند. یک تقاضایی رو نوشتم برای حکومت اسلامی که مبنی بر این که توماج برای مداوا به بیمارستان برده بشه. یک دومی که امروز یک نامی برایشون فرستاده و خواهان برای که میخواد این نامه مستقیما به دست توماج برسه و توماج شخصا به این نامه پاسخ بده. سوم، تماس با آقای رئیسیان را دنبال میکنه، وکیل توماج را، و واقعیت اینه که همه میدونن که در حکومت اسلامی این رژیم پایبند به هیچ قانون و معیارهای حقوقی که جامعه جهانی بشه باور داره، در واقع حقوق بشری هستن، پایبند نیستن. از این رو همه نگران هستن و تمام امکاناتشون رو به کار میگیرن تا بتونن در واقع جان بچه‌هامون رو نجات بدن و آزادیشون رو تضمین بکنن. من خدمت شما عرض بکنم که با دستگیری توماج و با دستگیری بچه‌های ما که در خیابون بودن، دو تا استراتژی وجود داشت. یکی در داخل، اقدام در داخل، دوم در خارج کشور. در خارج کشور شخصا کاری که تو مسیر رو که من آغاز کردم، یک تماس با امنیستی اینترنشنال بود، با سازمان ملل بود و تمام نیروهایی که مدافع حقوق بشر بودن در آلمان و در اروپا، سعی کردیم باشون موضوع رو مطرح بکنیم و 5 مطالبه مطرح شد از همون روز اول. یکی برگزاری دادگاه علنی و داشتن حق وکیل اون کسی که زندانی است، اون کسی خودش میخواد. دوم، حضور نمایندگان در واقع بخش حقوق بشر سازمان ملل در دادگاه ها و دیدار با زندانیان سیاسی. سوم، گروه حقوقدانان اروپا بتونن نماینده داشته باشن، نظارت کنن و شیوه بررسی و معیارها و ارزشهایی که در این دادگاه ها حاکم هستش. چهارم، دیدار نمایندگان حقوق بشر با بچه های زندانی، با عزیزان ما. ما تجربه این رو در سال 1956 بود فکر کنم، من خودم داشتم در زندان اهواز که از طرف امنیستی اینترنشنال اومدن با ما تماس گرفتن. و آخرین این که حضور آزاد خبرنگاران در رسانه. این مسائل رو از همون روز اول ما دنبال کردیم و حتی قبل از اینکه آلمان دعوت بکنه به نشست بخش سازمان ملل حقوق بشر در ژنو. سپاس از توضیحات شما جناب اقبالی.